منصوب باز شاه و ملکه بوده. آقای نصر، ستاس نصر در این دوره مصاحبه های زیادی تو روزنامه های رسمی رژیم شاه داشته. از این جهت اون مصاحبه ها و نظرها بسیار قابل توجه. اون در 21 اسفند 1354 یک مصاحبه با روزنامه کیهان داره تحت این عنوان که ایرانی بودن در این در زمان حال چه معنایی داره. سال 1350 اوج قدرت و شکوه عظمت شاه. حالا نصر میخواد نما بگی که ایرانی بودن، هویت ایرانی داشتن یعنی چی. میگه ایرانی ها در این اعتقادی که به استقلال از فرهنگ دارن، از فرهنگ های گوناگون استفاده کردن. ما میتوانیم مخصوصا در آغاز دوران اسلامی و پذیرفتن دین اسلام توسط ایرانیان این امر را مشاهده کنیم، به این معنی که پذیرفتن یک دین جدید که عمیق‌ترین تحولات را از لحاظ اجتماعی، معنوی و فرهنگی در ایران به وجود آورد، نه تنها فرهنگ ایران را از بین نبرد، بلکه موجب شد ایران در عالمی وسیع‌تر به صورت قلب تمدن جهانی درآید و حیات جدیدی در زمینه اندیشه چه فلسفی و چه علمی در ایران زمین پدید آید که هیچگاه در در تاریخ طولانی این سرزمین سابقه نداشته است. سدوسن نست میکوشه تا معنایی برای هویت ایرانی ما پیدا بکنه و برای ما هویت ایرانی بسازه. اون میگه که ابن سینا و مولانا و سهروردی و ملا صدرا اینا نمادهای هویت ایرانی ما هستن. اما یک گام دیگه هم پیش میره و برای ساختن هویت ایرانی ما دستگاه فقه، احکام فقهی شریعت اسلامی را وارد میکنه و میگه که نیز از خصایص آن میراثی که ما را ایرانی میسازد یک نوع اعتدال در زندگی بوده است که توسط احکام اسلامی شدیداً تقویت شده است. خب میدونیم در همین دوران بودش که شاه دو تا حزب کشور رو تعطیل کرد، دو تا حزب هم دولتی بود و به جای اونها حزب رستاخیز رو ساختش و اون حزب رستاخیز که دبیر کلیش داد در اون دوره به هویدا، اولین در همون جلسه تاسیسه روزنامه رستاخیز رو درست داد که رسانه رسمی این نظام حکزبی بودش. روزنامه رستاخیز در اول اسفند 1355 که باز در اوج قدرت شاه هستیم یک گفتگوی میکنه با ست حسین نصر. تیتر این گفتگوی روزنامه شاه، روزنامه حزب شاه، تیتر جالبیه. تیتر این گفتگو هستش پایان تمدن غرب. تمام پرسش هایی که در این گفتگو با نصر صورت گرفته حول این محور هستش که فرهنگ و تمدن غرب پایان یافته میدونه و پرسشگر میگه شما فرهنگ و تمدن غرب رو تموم شده میدونید، نابود شده میدونید و تنها جهانبینی نجات بخشم اسلامو به نظر شما هستش که یعنی میگه آقای نصر اسلامو تنها جهانبینی نجات بخش در اون دوره به شما میورده. اینها رو پرسشگر از ستوس نصر میپرسه. نصر در ابتدا مدعای این پرسشگر رو تایید میکنه و میگه که به فلسفه اسلامی به عنوان یک مکتب زنده فکری اعتقاد داره، اما مرادش از فلسفه در اینجا میگه که کلیت وسیع و مختلف اندیشه اسلامی ایران است. پس اسلام به نظر نصر در روزنامه رستاخیز میگه در کلیت خودش که نجات بخشه، اما این کلیت یک اجزایی داره. اون اجزاش چیه؟ نصر میگه اندیشه در کلیت وجودی و مفهومی خود شامل فلسفه، عرفان، کلام و اساساً همه نمودهای معنوی دیگر است که در روابط و رفتارهای اجتماعی به تجلی میرسد. نصر سپس اسلام و به عنوان تنها راه نجات بشر از همه کج‌فکری‌ها و کج‌رفتاری‌های فردی و جمعی معرفی میکنه و بعد اضافه میکنه نه تنها اندیشه اسلامی ایرانی را زنده و پذیرفته شده میبینم، بلکه آن را تنها راه نجات بشر از سرکشی های فکری و فسادهای عملی
و اجتماعی و بی‌نظمی های هنری میدانم. خب اسلام رو در همه زمینه ها پاسخگو میدونه و به عنوان راه حل معرفی میکنه و اینکه انسان در زندگی اجتماعی خود چه رفتار و روابطی باید داشته باشه. نص میگه شریعت اسلام به طور کامل و جامع به آن پرداختن، یعنی شریعت اسلام به طور کامل و جامع به این پرداخته که ما تو رفتارهای شخصی، رفتارهای جمعی، زندگیمون چی کار باید کنیم. شریعت اسلام به طور کامل و جامع به آن پرداختن و نوع و نمونه رفتار صحیح اجتماعی را به وضوح با احکام متقن خود تعیین و تصریح کردن. خب این سخنان در روزنامه رسمی تنها حزب شاهی که داره منتشر میشه، یعنی روزنامه رستاخیز. نصر در ادامه همین گفتگوی ضد غرب مدعای پایان غرب، بنبست غرب رو دوباره مطرح میسازه. البته انقدر انصاف به خرج داده که میگه در خود غرب قرنهاست که این مدعیات مطرح بوده، اما میگه در ایران شاید یکی از اولین افرادی که این پایان غرب و اتمام غرب و بنبست غرب و بحران غرب رو مطرح کرده من هستم. من در اینجا یعنی ست حسین نصر داره تو روزنامه رستاخیز اینا رو میگه. ولی میگه الان خوشبختانه تعداد دیگه ای هم به ما پیوستن و این نوع اندیشه ها طرفداران زیادی پیدا کرده. نصر ابتدا قلمرو تمدن غرب رو معین کرده که این قلمرو و حیطه این فرهنگ و تمدن غربی چه حیطه هایی رو میپوشونه و سپس از بنبست اون صحبت میکنه. میگه من تمدن غرب و آن هم نه فقط تمدن غربی که به عنوان اروپای غربی و آمریکا میشناسیم، بلکه شرق غرب یعنی دنیای کمونیستی را هم نتیجه ادامه یا دنبال کردن یک دید فلسفی میدانم که به بنبست رسیده، یا بهتر بگویم کار آن تمام شده است. به هر صورت در این تمدن انسان آینده‌ای نخواهد داشت. توجه بکنید اینها سخنان رئیس انجمن فلسفه شاهنشاه است. اینها سخنانی که داره تو روزنامه رستاخیز شاه بیان میشه. بعد در ادامه میگه استعمار غرب ضرباتی که توی این یک قرن گذشته ما وارد کرده موجب شده تا یک حالت خاری و حقارت زیانباری در میان ما ایرانی ها ایجاد بشه و اثرات مخوف این امر میگه بیش از هر جای دیگه نص میگه در قلمرو فکر و اندیشه بروز کرده و باعث به وجود اومدن یک پنداشت باطلی در ما ایرانی ها شده. اون پنداشت باطل چیه؟ نص میگه ما گمان میکنیم که چون غربیان موشک و ماهواره درست کردن و به فضا میفرستن، پس لابد نگرش های فکری و فلسفی آنها هم درسته، درست و معتبر است، در حالی که این باور از اساس صحیح نمی باشد و حتی خود آنها هم این روزها به دنبال پیدا کردن نظام های جدید فکری افتادند. پس ببینید از اینکه قد تکنولوژی مدرن ساخت موشک میفرسته به آسمون نمیتونیم استنتاج بکنیم که اندیشه هایی هم که داره افکارشون هم درسته. اون افکارشون غلطه، به بنبست رسیده، خود غربیان به این رسیدن. توجه بکنید، دوباره تاکید میکنم اینا سخنانیه که رئیس دانشگاه آریامر و رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه داره در روزنامه رستاخیز شاه بیان میکنه. بعد نصر در ادامه میگه گروهی گمان میکنن که تحولات علمی و فناوری های غربی اینا میتونه ناقص نظام اندیشگی ما باشه، اما میگه اینا کسانی که اینو فکر میکنن اینا از ترس و رعب درونی خودشون ناشی میشه، از ناگاهی اوناست، از کم‌مایگی فکری اوناست که این حرفا بیرون میریزه. نص میگه سقوط غرب مراحل گوناگونی داشته و آخرین نماد سقوط غرب رو هم به ما میشناسه، یعنی نه تنها از مراحل گوناگون سقوط غرب صحبت میکنه، بلکه آخرین نماد و سمبل سقوط غرب رو هم به ما میگه چی است. میگه مراحل سقوط تمدن غرب را میتوان از همان آغاز مرحله به مرحله تعیین کرد که شاید آخرین آنها سقوط به منجلاب سکس باشد. باز توجه بکنید اینا حرفایی نیستش که یک آخون داره بیان میکنه
آخوند ضد رژیم یا روشنفکران ضد رژیم. اینا سخنان یکی از مهمترین روشنفکران رژیم شاه هستش که مسئولیت‌های بالا در اون رژیم داره و داره در روزنامه رستاخیز شاه میگه. نز تمامی بحران‌های کنونی جهانو که ذکر میکنه، میگه این بحران‌ها چی ها هستن؟ همه جنگ ها، افزایش تعداد بیماران روانی، ازدیاد جمعیت، نابودی منابع طبیعی، آلودگی های زیست محیطی، همه اینا رو شماره میکنه، همه اینا رو یکی یکی ذکر میکنه، بحران های جهانو. بعد میگه در کل همه را میتوان زاییده تمدن غرب دانست. ببینید پس تمامی بحران ها، تمامی مشکلات زمین و زمان محصول و زاییده تمدن غربه. بعد در مقابل اینا نصر میگه اندیشه نجات بخش دست ماست. اون اندیشه نجات بخش چیه؟ اسلامه. به هر حال دین به مراتب بهتر از فلسفه ایست که غربی ها دارن. چرا غرب؟ بعد میگه چرا غرب؟ خب حالا اگه ما غرب در بحرانه، در شکسته، اندیشه نجات بخشم اسلام دست ماست، خب چرا غرب از این استفاده نمی‌کنه؟ به تعبیر دیگه غرب در چه موقعیتی حاضر میشه، مجبور میشه از این اندیشه و جهان‌بینی نجات بخش یعنی اسلام استفاده کنه؟ نص پاسخ میده یقین ندارم که جهان غرب قبل از آن که با یک فاجعه بزرگ هولناک روبرو شود به همین سادگی ما را بپذیرد. خب اینها باز هم تاکید میکنم سخنان رئیس دانشگاه آریا مهره، سخنان رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه است. اینها سخنانی که در روزنامه رستاخیز بیان میشه. در اون دوره هوشنگ نهاوندی رئیس دفتر ویژه فرح پهلوی بود. وقتی که کابینه شریف امامی تشکیل شد، نهاوندی هوشنگ نهاوندی شدش وزیر علوم اون کابینه. اون سید حسین نصر به جای اون شدش رئیس دفتر ویژه ملکه فرح پهلوی. مینو سمیعی که در اون زمان در دفتر فرح پهلوی کار میکرد در این مورد گفته انتصاب دکتر نصر به این سمت البته جز ضرورت چرخش تشکیلات تحت سرپرستی ملکه به طرف فرهنگ اسلامی تعبیر دیگری نداشت، ولی چنین اقدامی در آن مقطع نوعی ظاهر بازی تلقی میشد و طبعا دکتر نصر نیست با پذیرش مسئولیت ریاست در دفتر مخصوص ملکه مقام و حیثیت علمی خود را به باد داد. هوشنگ نهاوندی تو کتاب آخرین روزها پایان سلطنت و درگذشت شاه به اون پیام شاه که تلویزیون که خون در دیما که صدای انقلاب شما را شنیدم اشاره میکنه، میگه این پیام محصول مشترک رضا قطبی و سید حسین نصر با همکاری فرح پهلوی بودش. این ستا اینو نوشتن و احتمال زیاد تهیه کننده استیش سید حسین نصر بوده، ملکه هم اونو دیده، دادن شاه رو مجبور کردن بخونه. خب بعیده کسی بخواد مدعی بشه که شاه و ملکه و ساواک از نظرات سید حسین نصر خبر نداشتن و یک چنین مسئولیت های بسیار بسیار مهمی به سید حسین نصر داده بودن. در آبان ماه 1357 فرح پهلوی ملکه به نجف اشرف میره، در زیارت حرم حضرت علی میره و بعد به دیدار آیت الله خویی میره. تو اون سفر سید حسین نصر همراه فرح بوده. سید حسین نصر امروز هم یکی از مهمترین نمادهای اسلام سنتگرا تو جهان امروز هستش و تو شهر واشنگتن زندگی میکنه، تو دانشگاه همین سخنان و همین ایده ها رو تدریس میکنه.